بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بچه‌های عزیز، یازدهمیا ادامه درس حد رو می‌خوایم بریم. حد توابع چند ضابطه رو بررسی کردیم، حتما خوندید، حالا می‌خوایم ادامه‌اش رو بریم. بچه‌ها میاد میگه تابع اف ایکس برابر است با آی ایکس دو به علاوه به ایکس به علاوه یک، ایکس های بیشتر از مثلا دو، ایکس مساوی دو، منفی سه، ایکس کمتر از دو، منفی دو ایکس به علاوه ب. در ایکس مساوی دو حدی برابر سه دارد. آ و ب را بیابید. بچه این بار نگفته بررسی کنید. به تو قول داده این تابع در دو حد داره و حدش هم سه است. این قول یعنی چی؟ وقتی میگه حدش برابر سه است، یعنی حد راستش سه است، حد چپش هم سه است. پس بیا حد راست و چپ رو بگیریم مساوی سه قرار بدیم. خب حد راست دیگه یاد گرفتیم. در دو حد راست رو حساب کنیم. سراغ کی میری؟ بالایی. یعنی آی ایکس دو علاوه به ایکس علاوه یک. نه هیجانی، نه ابهامی، جایگزین کن. میشه چهار تا آ، دو تا ب، علاوه این چیه؟ این حد راست. حد چپ چی؟ دو، یه ذره کمتر. به این نگاه کن، دو کمتر. برو سراغ این. یعنی منفی دو آی ایکس علاوه به، جایگزین کن. چه منفی چهار تا آب علاوه به این چیه؟ حد چپ. خب گفته حدی برابر سه داشته باشد، یعنی هم این یارو برابر سه است، هم این یارو برابر سه است. شد دستگاه دو معادله دو منچوک. چهار آ به علاوه دو تا ب مساوی دو، منفی چهار تا آ به علاوه یه دونه ب شده سه. چهار آ با چهار آ رفت، سه تا ب پنجه. برو در آوردم پنج سوم، جایگزین کن توی یکنگ نام. منفی چهار تا به علاوه پنج سوم شده سه. آ در میاد. منفی چهار تا مساوی با نه سوم منهای پنج سوم می شود چهار سوم. چهار با چهار میره. آ در اومد، یک سوم تقسیم بره. منفی یک جواب. منفی یک سوم آ برو داره بردن به همین راحتی. پس وقتی میگه حدی برابر سه دارد، خبر خوش، یعنی حد راست سه، حد چپش هم سه. حد راست رو میگیری، حد چپ هم میگیری، به زور مساوی سه قرار میدیم. چه دستگاه دو معادله دو مجهول. ممکنه دو مجهوله باشه، ممکنه یه مجهوله باشه. مثلا میگه تابع اف ایکس مساوی با قدر مطلق ایکس دو منهای چهار ایکس به علاوه سه، ایکس های بیشتر از یک، ایکس مساوی یک، منفی دو ایکس کمتر از یک، دو آ ایکس به علاوه سه. تابع فلان در ایکس مساوی یک دارای حد است. آ را بیابید. او این فرق داره با قبلی. این میگه دارای حد است. وقتی میگه دارای حد است، یعنی حد راست و حد چپ با هم برابرن. فهمیدم. پس بریم حد راست بگیریم، حد چپ هم بگیریم، به زور مساوی هم قرار بدیم. حد راست یکی ذره بیشتر. بچه ها هیجان. چرا هیجان؟ چون یک رو وقتی میذاری بالا، یک منهای چهار منفی سه و سه صفر، پایینم صفر، پس صفر صفر رومه. بیا رفع پام کنیم. قدر مطلق داره بلدیم، تعیین علامت میکنیم. بگو ایکس دو منهای چهار ایکس برای به سه، ریشه هاش یکی یکه، یکی سه، گله گله، موافق علامت ها، مخالف موافق. بگو یک یه ذره بیشتر چی کارش میکنه؟ منفی. پا تنبیهش کن. تنبیهش کردی؟ تجزیهش کن. چی باید از صورت مخرج بره؟ ایکس منهای یک. خب بعد از بگو ضربشون میشه سه، جمعشون میشه منفی چهار. من جایگزین کردم، x منهای یک دارم، x منهای سه هم دارم،
اونی که باید بره رفت. یک رو بذار. یک منهای سه منفی دو با این میشه مثبت دو. بچه جواب دار اومد. دو. این چی بود؟ حد راست. حد چپ چی؟ حد چپ یک ذره کمتر. سراغ کی میری پایینی؟ نه هیجانی، نه ابهامی، هیچ. جایگزین کن. دو بعد به سه. این چیه؟ حد چپ. این چیه؟ حد راست. خودش گفته دارای حد است. پنج دو تا باید با هم برابر باشن. یعنی دو بعد به سه باید دو باشه. آ در اومد منفی یک دوم. این هم از چند ضابطه یا مراقب باشین. چند ضابطه یا ممکنه بگن رسمش بکنید و بررسی بکنید. اگه بگن رسم کنید و بررسی بکنید، بچه هیچ ربطی به حد نداره. برگرد به درسم رو بخون که رسم ها رو یادت دادم. انواع و اقسام رسم ها رو باید بلد باشی. مثلا نمودار تابع fx مساوی رادیکال x منهای دو به علاوه یک x های بیشتر از دو x مساوی دو منفی یک x کمتر از دو منفی x دو. را رسم کرده حد تابع را در دو بررسی کنید. بچه تمام رسم هایی که خوندیم و بلدیم رسم کنیم و میتونن تو مبحث حد انتقام بگیرن و ازش سوال بدن. بیا رسمش کنید. شما رسم رادیکالی بلدید. همین یازدهم یادتون دادم. دو واحد طولی میری، انتقال طولی. یه واحد عرضی. همینجا وایسا. همتون میدونید رادیکال شکلش مثل ابروه. البته یاد باشه هیچ وقت افقی نمیشه و همینجور به بالا رفتن تدریجی خودش ادامه میده. افقی نمیشه تا به یک به یک. منفی ایکس هم بلدی؟ اینجا دایرهش تو خالی راستی. اینجا دایره تو خالی داده. اینجا دایرهش تو خالیه. منفی ایکس دو سهمیه. اینجا رد میشه. این سهمیه منه. ولی افتاد دو کمتر میشه منفی چهار. نمودار این سهمی رد شد. این سهمی از این ور داره میره، از این ور نه. خودش گفته دو کمتر. پس تو باید یه تیکه شکل رو حذف کنی. شکل خوشگل شد. این چی میگه؟ یه نقطه است. طولش دوه، عرضش منفی یک. پیداش کن. طولش دوه، عرضش منفی یک، یه گوله. نمودار این تابه این آبی است. این سه تیکه آبی است. این. خب بفرمایید رو شکل. حد راست. اگر رو شکل بخوای بگی حد راست، یعنی آدمه که تو داره راست به دو نزدیک میشه. یا عرض به کی نزدیک میشه، عرض به کی نزدیک میشه، به یک. نخواستی دو یه ذره بیشتر بذار اینجا. دو منهای دو صفر باید میشه یک. حالا حد چپ. دو یه ذره کمتر طبق شکل. دو یه ذره کمتر میشه منفی چهار، چون آدمه که ما از اینجا داره نزدیک میشه. نخواستی دو یه ذره اینجا بذار، میشه دو به توان دو چهار منفی چهار. جواب همونطور که میبینیم جام پوینت تابع در ایکس مساوی دو حد ندارد. نه تمرین بکن. تمام رسمای دفترمو بیار. تمام رسمای کتاب تو اول حل کن. خیلی تمرینات خوشگلی داره کتابت. در این مورد برخلاف بقیه قسمت ها تو مبحث حد شکلای خوشگلی داره.
خب بچه میخوام حد توابع دارای براکت رو بگم. به به براکت، اگه کسی درس براکت رو که تو تابه سر کلاس قبل کرونا درس دادم یادش رفته باشه الان خراب میکنه. تند یه مروری بکنیم. 7.2 جزء صحیحش 7، تو برای خود جواب بده. 3.9 میشه 3، 4 میشه 4، 0.712 میشه 0. اگه منفی باشه چی؟ منفی 4.8 میشه منفی 5، منفی 3.2 میشه منفی 4، منفی 1.99 میشه چی؟ منفی 2، منفی 1.00001 میشه چی؟ منفی 2، منفی 7 میشه چی؟ منفی 1. 8 منفی میشه چی؟ 8 منفی. خب سعی کردم یه چیزی یادمون بیاد از براکت. حالا هر وقت مسئله بهت دادن که به نحوی توش براکت بود، به هر حال براکت دیدم توش دیگه، باید حد راست و چپ رو جداگانه بررسی کنی. یعنی یه بار راست از این تابه حد بگیری، یه بار حد چپ بگیری. خب اینجا یکم دقت میخوام. خانم وقتی براکت داری خیلی مواظب باش. 4 رو نذاری اونجا. بگو 4 نیست این که. 4 یه ذره بیشتره. این براکت چند میشه؟ طبق درس براکت میشه 4. منهای ولی به جای هرچی ایکس رسیدی خود اینو بذار. 3 تا دونه بعد به 1. دقت کن. منفی 12، منفی 11، منفی 7. این چیه؟ حد راست. نوبت اینه. 4 یه ذره کمتر. 4 یه ذره کمتر. یعنی این 4 نیست که. ببینم براکت این عدد چند میشه؟ آره 3 میشه. ولی به هر ایکس غیر براکتی رسیدی خود اینو بذار. منفی 12 با این میشه منفی 11، با این میشه منفی 8. تابه در ایکس مساوی 4 حد ندارد. خوب حواس رو جمع کن. اگه یاد باشه توابع براکتی پله‌ای میشدن، یعنی وقتی بهت میگفت ایکس میل 7، ببین الان من دو شاخه میکشم، یه بار حد راست یه بار حد چپ. حد راست 7 نیست این که، از 7 یه ذره بیشتره، پس براکت این عدد 7. اما 7 یه ذره کمتر چی؟ یعنی این عدد، این عدد براکت چنده؟ 6. میشه گفت توابع براکتی توی Z حد ندارن. الان تابع من در ایکس مساوی 7 حد نداره. اون بچه های زبلی که نمودار توابع براکتی یادشونه پله 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 میشد. به درس دفترم برو توجه بکن. معلومه پر جام پوینته. این جام پوینت ها همه تو زدن. یعنی الان مثلا اینجا 7ه، از راست به 7 نزدیک بشی میشه 7، از چپ به 7 نزدیک بشی میشه 6. اگه رسم براکتی ها یادت باشه خب میتونیم مطمئن بشیم که در جاهای غیر زد حد داره. مثلا بهم میگه براکت ایکس، ایکس میل 4.2 حدشو میخواد. خب شما یه بار حد راست بگیری، یه بار حد چپ. ببینم 4.2 یه ذره بیشتر، 4.2 یه ذره بیشتر، 4.2 یه ذره بیشتر، 4.2 یه ذره بیشتر، براکتش 4ه. در حالی که 4.2 یه ذره کمتر، 4.2 یه ذره کمتر، اینم 4ه.
پس حد داره. بعد بنویسید لیمیت براکت ایکس، ایکس میل 4.2 مساوی 4، معنی اگر چپ و راست تو تابع براکتی از چپ و راست به 4.2 نزدیک شی دیگه جام پوینت نیستش، که اعداد صحیح هم که جام پوینت هم تابع حد داره، حدش هم میشه 4. حد توابع داره براکت رو داریم کار میکنیم. خب میدونی از آسون داریم تا سخت. مثلا میاد بهم میگه لیمیت اینجا 2x روی براکت منهای x منهای 3 اینجا x دوم منهای قدر x علاوه 1 x میل. بچه هر عددی بهتون دادم باید حد چپ و راست رو حساب بکنید. مثلا من اینجا بهتون میدم. خب این مسئله قشنگ و سخت رو بیان با هم حل کنیم. گفته بودم حد توابعی داره براکت، به هر نحوی براکت در تابع دیده شد باید راست و چپ جداگانه حساب شه. من رفتم اول راست، خیلی حواسو جمع کن، این شیشه شیش نیست که، این شیشه شیش نیست که ضرب در 2 بشه 12، این 6 از 6 بیشتره، پس ضرب در 2 بشه حاصل 12 نمیشه، از 12 بیشتره و براکت این 12 و خورده ای میشود 12. به x غیر براکتی رسیدی، خود این عدد رو بذار بیا پایین. دوباره این 6 6 نیست که تقسیم بر 2 بشه 3، این 6 یه ذره از 6 بیشتره، پس تقسیم بر 2 بشه یه ذره از 3 بیشتره و براکت این عدد میشه 3. رسیدی به قدر مطلق x، هرچی خودشو بذار بالا 6 منهای 3 پایین منفی 2، این چی بود؟ حد راست. خب حد راست خیلی جالب نبود، حد چپ رو ببین چقدر قشنگ میشه. حواس جمع، وقتی 6 یه ذره کمتره یعنی این 6 نیست که، این 6 یه ذره کمتره، 6 نیست که ضرب در 2 بشه 12، از 6 کمتره، پس ضرب در 2 بشه 12 نمیشه، از 12 یه ذره کمتر میشه و براکت این عدد میشه 11. خودشو بذار بالا 2. حالا بیا پایین یه بار دیگه، این 6 6 نیست که، از 6 یه ذره کمتره، از 6 یه ذره، پس وقتی تقسیم بر 2 بشه 3 نمیشه که، از 3 یه ذره کمتره، از 3 یه ذره کمتره و براکت این جانور میشه و 2. به این رسیدی، خودشو بذار. 11 منهای 6 5 منهای 2 2 منهای 6 منفی 4 منفی 3، اون در اومد منفی 3 دوم، این در اومد منفی 2 سوم. تابع در x مساوی 6 حد نداره. بچه ها حدای دارای براکت توی کنکور معمولا یک طرفش سوال میاد، این فقط حد چپ میخوان ازت، حد چپ میخوان، مثلا حد چپ اینو میخوان بعد تو گزینه بزنی منفی 2 سوم. تو امتحانات تشریحی حد بخوام بعد دو شاخه بکشی. مثلا ببینید تو تست کنکور به چه صورت میاد، میگه حد چپ تابع f x مساوی x به توان 2 توی براکت منهای 2 x به علاوه 1 اینجا 3 x منهای 1 x میل 2 اپسیلون منفی، یعنی حد چپ در x مساوی 2 چیست؟ این خوراک تستای کنکوره. دقت کن، حد نخواسته ازت، حد چپ خواسته ازت. باش، حد چپ این تابه در 2، حواس به من، 2 نیست که، این از 2 حد چپ گفته یه ذره کمتره، 2 نیست که، این از 2 یه ذره کمتره، پس به توان 2 برسه 4 نمیشه، از 4 یه ذره کم و براکت این عدد شود 3.
به ایکس غیر براکتی رسیدی خودشو بذار. اینو بکنمش. چهار. چیست؟ صفر نشه. صفر بشه خب حاصل صفر میشه دیگه، تمام مخرج رو نمیخواد حساب کنی. اما دو تو دو نیست، از دو یه ذره کمتره، پس ضرب در سه بشه شیش نمیشه که، از شیش یه ذره کمتره. و تو درس براکتت خوبه و میدونی براکت این پنجه. بالا سه منهای منفی چهار رفت سه، جواب تو گزینه میزنیم سه چهارم. خب بعیده از اینا بخوان توی سوالات مدرسه سوال بدن، براکت ایکس خالی رو میدن. ولی اگه این نگاهی به تستای کنکور بندازی میبینی براکت رو در وحشی ترین حالت ممکن رو هم دادن. مثلا حد راست تابع اف ایکس مساوی براکت دو تا دونه ایکس دو منهای سه، اینجا ایکس دوم به علاوه یک ایکس میل، ایکس میل چه حالا خودمون می نویسیم، در ایکس مساوی منفی دو. بیا بید. خب اینو پاک کنم. لیمیت این تابه ایکس میل منفی دو، حد راست خواسته، منفی دو یه ذره بیشتر. ببین این منفی دو نیستش که، منفی دو نیست، منفی دو یه ذره بیشتره، یه ذره بیشتره. پس اینه، اینو بگی تو مشتت دنبال من بیاد. این عدد به توان دو میخواد برسه. بچه به توان دو برسه منفیش چی میشه؟ میشه مثبت. پس میشه این. حالا این عدد دوه؟ نه، از دو کمتره. به توان دو برسه چهار میشه؟ نه، از چهار کمتره. پس اینم وقتی که به توان دو میرسه. حالا ضرب در دو میخواد بشه. بچه این چهاره؟ نه، از چهار یه ذره کمتره. پس ضرب در دو بشه حاصل هشت میشه؟ نه، از هشت یه ذره کمتره. حالا براکت این عدد عزیز میشه هفت منهای سه. یه بار دیگه توضیح میدم، منفی دو حد راست یعنی چی؟ منفی دو یه ذره بیشتر. رو محور پیدا کن. منفی دو، منفی دو، منفی دو، نه اپسیلونی هم منفی دو بیشتر میشه. این عدد بیشتر، بیشتر این بره، کمتر اون بره. چون گفته حد راست یعنی منفی دو یه ذره بیشتر. رو محور اعداد این اینو تو مشت بگی بیا به توان دو اول برسه ضرب دو بشه. مسلما بعد اول به توان دو برسه. این جانور میخواد به توان دو برسه، منفیش چی میشه؟ مثبت. پس این میشه فعلا. حالا این عدد به توان دو بخواد برسه، این خیلی به دو نزدیکه، خیلی به دو نزدیکه، دو نیست. به توان دو برسه بعد چهار نمیشه چون دو نیست، از دو کمتره. پس به توان دو برسه چهار کمتره، از چهار کمتره. یعنی پس یاد باشه خیلی به چهار نزدیکه ها، بعد چهار نیست. حد یعنی همین دیگه، قصه حد همینه. این چهار نیست ولی خیلی به چهار نزدیکه. حالا ضرب دو بشه حاصل هشت نمیشه چون چهار نیست، از هشت زیاد کمتر میشه. یعنی این. و تو درس براکتو که درس‌های قبل ماست اگه بلد باشی میدونی براکت این چیه. بریم سراغ مخرجش. حالا این عدد میخواد تقسیم دو بشه، این میخواد تقسیم دو بشه. بچه منفیش مزاحم فکر کردنمه، منفی رو بردار. این میخواد تقسیم دو بشه. بچه این دوه؟ نه، این عدد یه ذره کمتره. پس به دو تقسیم بشه یک نمیشه، از یک یه ذره کمتره. حالا منفیشو بذار. حالا براکت این عدد منفی یک. درس براکتت باید خوب باشه، درس براکتت ربطی به حد نداره. منفی یک به علاوه یک حالا مخرج شد به قول معروف صفر، دقیقا صفر مطلقا، چون منفی یک منفی یک که حدی نیست، منفی یک مطلقه، میشه صفر مطلق، همیشه تعریف نشده و خیلی قشنگ در نمیاد. کردم ایشونو چهار. بگو هفت منهای سه چهار؟ نه، جواب چهار سوم. و
ببین خوبی ضبط اینه که اینو میزنی عقب میزنی جلوت وای میزنی نگرش میداری کسی که بخواد بخونه دور از اون کرونا میگیره میتونه بخونه اگه براکت رو تو صورت مخرج هر جا دیدی باید حد راست و چپ بگیری ولی این چون حد راست خواست ما حد راستش رو گرفتیم حالا دلم میخواد یه مسئله همینو حل بکنم حد چپ بگیریم ببینیم حد چپش چی میشه سوال بعدی میگه حد چپ این تابه در منفی دو چی میشه حد چپ میدونی یعنی چی یعنی منفی دو نه یه ذره کمتر ببینم رو محور اعداد منفی دو یه ذره کمتر میفهمی یعنی این عدد این عدد منفی دو نیست منفی دو یه ذره کمتره خب بیا این میخواد به توان دو برسه منفیش چی میشه مثبت پس من با این فعلا کار دارم حالا این عدد به توان دو برسه این دو نیست از دو بیشتره پس به توان دو برسه چهار نمیشه از چهار بیشتر میشه حالا این عدد ضرب در دو بشه این چهار نیست از چهار بیشتره پس ضرب در دو بشه اصلا هشت نمیشه از هشت بیشتره و براکت این عدد میشه هشت یعنی حد چپش خیلی آسان‌تر حل شد منفی دو ذره کمتر یعنی این عدد میخواد تقسیم بر دو بشه منفیش مزاحم فکر کردنمه اینو نگاه کن این دو نیست که از دو بیشتره پس تقسیم بر دو بشه این دو تقسیم بر دو میشه یک ولی از دو یه ذره بیشتره پس حاصل یک نمیشه یک یه ذره بیشتر میشه براکت این عدد یک بله بچه بالا پنج پایین پنج اینم حد چپ خب حالا که ما حد توابعی دارای براکت رو هم یاد گرفتیم میان با چند ضابطه یا و با اون مبهم صفر صفر رو میان قاطیش میکنن و شیکترین مسئله میشه این حد تابع اف ایکس مساوی خط کسری بالا دو ایکس دو منهای سه ایکس منهای دو ایکس های کمتر از دو ایکس مساوی دو اصلا ایکس مساوی دو رو دارم خود ندارم ایکس بیشتر از دو براکت منفی ایکس منهای یک را در ایکس مساوی دو بررسی کنید این تابع اصلا در دو تعریف نشده به ازای کمتر از دو تعریف شده به ازای بیشتر از دو ولی تو دو سوراخ یعنی تابع در دو جو بارونی سوراخ بچه براکت داره قدر مطلق داره دو تابع بریم چون دو تابع تیر یه حد راست و چپ دو یه ذره بیشتر سر وقت کی میری؟ این بخونش منفی ایکس توی براکت منهای یک حالا حرف بزن دو یه ذره بیشتر دو نیست که ببین دو یه ذره بیشتر دو نیست که فقط برای براکتی ها باید اینجوری سخنرانی بکنی ها. این دو نیست که این اینه بشینه اینجا یه منفی میخوره بهش حالا براکت این عدد چند میشه؟ منفی سه اگه براکتت خوبه فهمیدی چی گفتم چه منفی چهار حد چپ سر وقت کی میری بالایی مخرج اینو مثلا می نویسم منفی ایکس بله به دو بچه دو یه ذره کمتر اینجا میشه صفر صفرم هیجان صفر صفرم دو رو بذار دو بتوان دو چهار دو تا هشت هشت منهای شیش دو منهای دو صفر پایینم صفر صفر صفرمه او قدر مطلق داریم تعیین علامت باید بکنیم دو ایکس دو منهای سه ایکس منهای دو مساوی صفر ریشه هاش به دو منهای 4 تا 8 و 16 25 منفی ب مثبت منفی 5 تقسیم بر 2 تا آ ریشه هاش در اومد این دو یه دونه منفی 2 4 یعنی منفی 1 دوم ریشه هاشه تعیین علامت میکنن 2 x 2 منهای 3 x منهای 2 ریشه ها منفی 1 دوم 2 گله گله مثبت منفی مثبت بچه ها 2 یه ذره کمتر منفیش کرد پس باید احالی رو در یه منفی تنبیه کنیم اینم تنبیه این پشت دیوار رو برداشتم حالا میدونی چیه؟ حالا این تجزیه سخته حالا که تجزیه سخته باید از چی استفاده کنیم؟ تقسیم
تقسیم به چی؟ جلسه پیش گفتیم x من این عدد بریم اولی به اولی 2x ضرب کن 2x تو منهای 4x خوشگلش کن علامت ها رو عوض کن این با این رفت این با این یه تا x منهای 2 به علاوه 1 همونجور که قول داده بودیم باقی مانده باید صفر بشه این ضرب داریم میشه این پس من دارم منفی x منهای 2 در 2x به علاوه 1 به روی منفی اگر یه منفیش فاکتور بگیری به خواسته دلمون میرسیم و اون x منهای 2 ایجاد میشه و اون موقع میره اون موقع منفی با منفی میره 2 تا 4 جواب 5 این چیه؟ حد چپ این چیه؟ حد راست نتیجه تابع در x مساوی 2 حد ندارد این میگن یه مثلا شیک خوشگل همه چی توشه یعنی هر چی که تو کتابت هست توشه یعنی یه معلم با سوال دادن این شکلی هم از حد تابع چند ضابطه پرسیده هم از حد صفر صفرم پرسیده هم صفر صفرم تخصصی قدر مطلق دار رو پرسیده هم براکت توش انداخته خب اینم از این اما بعضی ها میگن ما دو تا تابع توی فصل قبل خوندیم در ساده ترین حالت اصلا در خیلی افتضاح خیلی ساده همه تون تابع سینوسی رو دیدین به دفترتون مراجعه بکنین این تابع سینوسیه البته من رسم توابع سینوسی کوسینوسی رو برای یکی از گروهام فکر میکنم گروه صادقیه باشه رسم سینوس کوسینوسی رو در حالت تخصصی انتقال دار انتقال طولی انتقال عرضی نگفتم ولی در این حالت بدونید تابع سینوسی از اینجا تا اینجا دو پیه اینجا پیه البته اونو خواهم گفت حتما رسم مثلثاتی رو دوباره توی یکی از همین ضبط هام اینجا پی دومه اینجا سه پی دومه کوسینوس ایکس این همینه فقط از اینجا را میفته به این صورت دست رو کاغذ بلند میشه اینجا نقطه عطف بهش میگن همینجا وای میشه اینجا دو پیه اینجا صفره اینجا یکه اینجا منفی یکه خدمتتون عرض کنم اینجا پیه اینجا پی دوم اینجا سه پی دوم البته همین شکل دوباره تا ابد ادامه داره متناوبن ببین منظورم چی بود از این اگر توابع سینوسی یا کوسینوسی رو تو حد بخوام بهت بدن فقط جایگذاری کن کار تمومه به خاطر اینکه اصلا حالت صفر صفرمش رو بحث نکرده کتابتون حذفش کرده یعنی میخوام بگم سوالات بسیار بسیار آسون مثلا به من میگه دو تا سینوس 2x منهای 3 تا سینوس x مثلا x میل خدمت نرس کنم پی 6 هر وقت تابع مثلثاتی بهتون داد هر قیافه ای که بود آ رو جایگزین کن آ رو جایگزین کن میشه دو تا دونه سینوس بچا پی 6 رو ضرب داره 2 بشه میشه پی 3 منهای 3 تا سینوس پی 6 سینوس پی 3 رو حفظیم رادیکال 3 دوم سینوس پی 6 رو حفظیم 1 دوم این با این میره جواب رادیکال 3 منهای 3 دوم یه عدد دیگه بدبخت چشه پس اگه تابع مثلثاتی بهتون دادن بدونید ساده ترین نوع سوالو دارن بهتون میدن راستی توابع سینوسی و توابع کوسینوسی همه جا حد دارن همه جا حد دارن کافیه آ رو جایگزین کنید میبینید این شکل رو بکشید سر و ته دامنه داره جامپ پوینت داره در نتیجه این جمله رو بکنید تو کلتون توابع سینوسی کوسینوسی در همه جا حد دارن کافیه آ رو جایگزین کنید یاد بهت میگه لیمیت سه تا دونه سینوس 5x منهای 2 x میل
پی ششم بذار خوشگل ترش کنم پی چهارم این پنجم بکنم هشت خب جایگزین کنید میشه سه تا سینوس بچه ها هشت دونه پی چهارم هشت دونه پی چهارم میشود پی دوم به توان دو خب سینوس پی دوم رو همه حفظیم یک به توان دو جواب مسئله صفر یعنی اگه نمودار این تابه رو که اتفاقا بلد نیستیم رسمش بکنیم نیست دو یازده هم توان داره رسم کنیم از چپ و راست به پی چهارم نزدیک شیم عرض به صفر نزدیک میشه هر تابه میخوام بدن به میگه لیمیت بچه یه نکته وقتی بهتون میگه پنج تا سینوس مثلا یا کوسینوس x مثلا توان دو x میل پی چهارم این به هر نکته ای که باید بگم هر وقت یه امی عددی در یه تابع ضرب میشد یه عددی داشت در یه تابعی ضرب میشد میتونی عدده رو نگه داری و بعد از تابعت حد بگیری یعنی میخوام بگم اگه جایی دیدی که این پنجه رو آوردن پشت نگی چرا لیمیت چی؟ کوسینوس سه ایکس با توان دو ایکس میل پی چار اینو داشته باش جایگزین کن پی چارم میتونی بذاری اینجا میشه سه پی چارم کوسینوس پی چارم حساب میکنی سری منفی رادیکال دو دوم به توان دو راست یه چیز دیگه هر وقت جایی توان دیدی توان میتونی بیخیالشی اصلا شطور دیدی ندیدی انگار ندیدی کارت که تمام شد کلشو به توان برسونی نو دقت من این جایی دیدی نگی چیه یعنی در این حالت میشه چی گفت اگه مثلا معلمت میگه جزئی ترین چیزا رو هم باید بنویسی اگه نه بچه ها ببینید جای گذاری کن تمام شد میشه پنج ضرب داره کوسینوس سه پی چهار به توان دو بچه ها کوسینوس 135 رو تو مثلث یادتون دادم حسابش کنید منفی رادیکال رو دوم به توان دو این به توان دو برسه میشه دو چهارم یعنی یک دوم جواب مسئله پنج دوم نگین این راه تستی و فلانی بیساره این راهشه ولی خب بعضی از معلم‌ها میگن نه مراحل رو باید بنویسی خب اگه مراحل رو میگن بنویسی تو این منجم تو جدا کنی بعد این توان داره توانشو یه پارچه بذاری این دیگه بس که معلمت داره طرز نوشتن کل جزئیات حالا جایگزین کنی میشه کوسینوس سه پی چهار کوسینوس سه پی چهارم یعنی کوسینوس 135 درجه رو به دومی منفی بوی 45 میده مثل 45 رادیکال دو دوم میشه میشه دو چهارم یعنی یک دوم جواب مسئله 5 دوم اما کافی جایگزین کنیم یا اونو مثلا اگه یه معلمی بگه نه تمام جزئیات اینو بنویس خب خوب یه ضبط اینه که من میتونم زود پاک کنم چون شما میتونید نگه دارید قسمتی رو بزرگ کنید منو حذف کنید شکلک در بیاریم واسه من اگه معلمی بگه نه تمام مراحل اینو بنویس خب تمام مراحلشو بنویسیم حد این جدا حد این جدا باز با این نگاه کن هر وقت یه تابعی داشت با یه تابعی جمع میشد کم میشد ضرب میشد و تو داشتی از کلش حد میگرفتی از کلش حد میگرفتی میشه جدا جدا حد بگیری جدا جدا حد بگیری جدا جدا حد بگیری و بعد حداشون رو هم جمع کنی کم کنی یا ضرب کنی یا اگه تقسیم داشتی یه اف ایکسی داشت به یه جی ایکسی تقسیم میشد تو حق داری از صورت جدا حد بگیری در آ
از مخرجم جدا حد بگیری در آر و به هم تقسیم کنی، البته به شرطی که این صفر نباشه، به شرطی که این صفر نباشه. اگه بخوایی مراحل رو بنویسیم میگیم دو تا چیز عدد جمع و تفریق هم. پس میشه لیمیت اولی منهای لیمیت دومی. اینا رو داشته باشین، قواعد حد به اینا میگن. کل مراحل اینو میخوایم بنویسم. یعنی اگه کسی بخواد مطب خشخاش بذاره بگه نه همه مراحل رو بنویس، باید بنویسین لیمیت 3 تا سینوس 2 8 x x میل پی 4 جدا منهای این جدا لیمیت 2 x میل پی 4. نوبت اینه، ضریب داره، پس میشه 3 تا دونه لیمیت سینوس 8 x با توان 2 x میل پی 4. بچه لیمیت عدد میشه بعد همان عدد. تازه این توان دو چی میشه بچه ها؟ توان دو میاد برای کلش. حالا جایگزین میکنی میشه 3 تا سینوس 8 پی 4 یعنی پی 2 به توان دو منهای 2، یعنی 3 تا دونه 1 به توان 2 میشه 3 منهای 2 8 پی 4 پی 2 یکی اینا اشتباه شد، پی چهارم ضرب در هشت میشه او پی دوم نمیشه اینجا. بچه این عدد رو من اشتباه گذاشتم، این میشه دو پی. اجازه بدید من اینو عوضش بکنم، این مخرج رو سه تا سینوس دو هشت ایکس منام لیمیت دو ایکس میل پی چهارم رو بکنم پی شونزه هم. بچه ها میلم رو عوض کردم، کردم پی شونزه هم پی شونزه هم پی شونزه هم. دقت کنید در اینجا اگه بخوایم از این راه بریم، گفتم جایگزین کنید پی شونزه هم رو بذار اینجا، هشت ضرب داره پی 16 هم 8 ضرب داره پی 16 هم میشه بعد پی دوم، سینوس پی دوم به توان 2 همون 1 میشه. آه این 2 بود، این 2 پس جواب 1 میشه. اینجا 3 بود من اینجا 2 نوشته بودم اینجا. حالا اگه بخوایم همه مراحل رو بنویسیم، همه مراحل بچه ها دو تا لیمیتش کردم چون در حال جمع و تفریق، بعد توان داره ضریب داره، ضریب آوردم بیرون، بعد توان رو برای کل گذاشتم، یعنی اول حد میگیرم بعد به توان میرسم. پی 16 هم میشه اینجا میشه پی دوم، سینوس پی دوم 1 چه 3 منهای 2 جواب 1. خانوما شاید امسال مثلا بخوان مرتبه خشخاش بذارم و بگن مراحل رو بنویسید، نام دیگه خودت میدونی و معلمت بگه مراحل رو بنویسید به صورت قواعد حد، لیمیت یه دونه است دو تاش کنید، ضریب جداست جداش کنید. اما یاد باشه از امسال به بعد تا کنکور همین جایگذاری کافیه، شاید هم معلمت همینطوری بهت نمره بده. الان اینو نگاه کنید، لیمیت دو تا سینوس ایکس منهای سه تا کوسینوس چهار تا کوسینوس ایکس با توان دو، این تابع منه، این تابع منه x میل، این x هم سخترش بکنم بکنمش 2x، خب x میل پی 4. حالا اگه بخواید حلش بکنید سریع به من بگید چیکار میکنید؟ جایگذاری میکنید، جایگذاری کنید دو تا پی 4 پی 2 سینوس پی 2 1 ضرب در 2 2 پی 4 کوسینوسش رادیکال 2 2 به توان 2 میشه بعد دو چهارم یعنی یک دوم، این هم باید میره دو دو منهای دو صفر. حالا اگه بخواییم کل مراحل رو بنویسیم، طرز نوشتن باید جدا بکنی، باید جدا بکنی، یعنی باید بگید لیمیت دو تا
سینوس 2x x میل پی 4 این تموم شد. منهای اینو جدا کن. لیمیت یه لیمیت رو ببین دو تا لیمیت نوشتن. 4 تا کوسینوس به توان 2x x میل دوباره پی 4. حالا این ضریب داره. ضریب رو جدا کن. دو تا لیمیت سینوس 2x x میل پی 4 این تمام. منهای این ضریب داره، توانم داره. پس میشه 4 تا لیمیت کوسینوس x x میل پی 4 کلش به توان 2. حالا بفرمایید سینوس پی 4 رو بچین ضرب در 2 بشه میشه پی 2 کوسینوسش نویسم 4 تا کوسینوس پی 4 به توان 2 این میشه 2 ضرب در 1 منهای رادیکال 2 دوم به توان 2 میشه 2 چهارم یعنی 1 دوم پایین میشه 2 منهای 2 حاصل 0. خیلی خوب اینم از مثلثاتی ها. حتی مثلثاتی ها رو میتونن قاطی بکنن با جبریا. ببینید میگه حد تابع اف ایکس مساویه دو تا کوسینوس 3x به علاوه 1 x بیشتر از 0 x مساوی 0 اصلا نظرم مقدار تابه x کمتر از 0 منفی منفیه یه منفی بیرونه به راکت یکی تو به علاوه 2 را در x مساوی 0 بررسی کنید. بچه ها توابع چند ضابطه ای حالا مثلثاتی هم اومد توش. خیلی خب باز دوباره چون چند ضابطه یه باید حد راست و چپ رو جداگانه بررسی کنیم. اول حد راست صفر یه ذره بیشتر. خب مثلثاتیه که مثلثاتیه جایگزین کن کوسینوس صفر همه میدونیم کوسینوس صفر یکه پس جواب مسئله شد چند؟ سه. این چیه؟ این حد راست. حالا حد چپ لیمیت او براکت داره بچه ها این صفر صفر نیست که این صفر صفر نیست که از صفر یه ذره کمتره. ببینید یه موقع از بهتون میگن عدد مثبت باش مشکل بچه ها ندارن دو یه ذره بیشتر رو میتونن بگن دو یه ذره کمتر هم میتونن بگن. وقتی عدد منفی میشه یکم دقت میخواد. مثلا منفی 3 خب یه ذره بیشتر از منفی 3 یه ذره بیشتر از منفی 3 میشه این عدد یه ذره کمتر از منفی 3 میشه این عدد. حالا نوبت اینه صفر یه ذره بیشتر میشه این عدد صفر یه ذره کمتر هم میشه این ولی منفیش میشه این عدد. خب این عدد رو بردار محکم تو مشتت بگیر دنبال من بیا. این عدد اگه این منفی اینجا نباشه شیکتر میشه. الان بهت میگم چرا. خواهید دید چرا. این عدد میخواد بشینه اینجا. این عدد منفی داره منفی مزاحم فکر کردنمه. منفی چو بردار بعد میذاریم. این عدد صفر نیست. این عدد صفر نیست. از صفر یه ذره بیشتره. پس وقتی ضرب داره دو بشه باز هم از صفر یه ذره بیشتره و براکت این عدد میشود صفر. صفر رو بطره منفی همیشه صفر با این میشه دو. حالا اگه اون منفی که گذاشته بودم از اون اول دوباره بذارم حالا دوباره توضیح میدم. دوباره صفر یه ذره کمتر اینه. این وقتی ضرب داره این بخواد بشه این منفیه این منفی رو میخوره میشه مثبت این عدد. میخوام بهت بگم فرقی نمیکنه در این حالت. مثبت این عدد دوباره ضرب در دو بشه میشه از صفر یه ذره کمتر دوباره میشه صفر. صفر به علاوه دو. برای اینکه این مسئله رو جذابتر بکنیم من اینو توی براکت مسئله رو عوض بکنم. چون گفته صفر یه ذره کمتر
ایکس خالی بذارم، بیرونش یه ضریب دو بذارم. خب حالا هیجانش بیشتر میشه، ببینیم چرا. مسئله رو عوض، یعنی یه مسئله دیگه کردم، کردم دوتا به راکت ایکس، چون صفر یه ضریب کمتر میشه این عدد و به راکت این عدد صفر نمیشه، وقتی ضرب در دو بشه حاصل عدد غیر صفر به صورت منفی دو میشه. این شیکتر شد. ببینید مسئله، من میتونم n تا بسازم واسه تون، یعنی تا صبح میتونیم مسئله این چنینی بسازیم. من خواستم چون مثلثاتی براکت هم هست رادیانی اینجا ندم، چون وقتی رادیانی بدن پی که اینجا میاد تو تستای تخصصی کنکور ما باید حدوداً 3.5 بگیریمش و اصلا در کلاس کار 11 هم نیست، مجبور شدم با صفر مثال بزنم. ولی کمتر از صفر رو دقت کنید، کمتر از صفر، این بیشتر از صفره، این کمتر از صفره. حالا این عدد براکتش دیگه صفر نیست، در حالی که این عدد براکتش صفره. تو رو خدا براکت رو برین یه بار دیگه بخونید، این براکتش صفره ولی براکت این منفیه، که بسیار مسئله شیکی میشه. مثلا فکر کن همین تست کنکور بیاد و بگن حد چپ این تابه در صفر چند است، تو گزینه باید بزنی منفیه دو. خب بچه ها، حد رو به پایان رسوندیم، مونده پیوستگی. اسم این فصل ما حد و پیوستگیه. حد تمام نکاتش گفته شد. خواهش میکنم اول به این سراغ کتاب درسیتون، هیچی رو بهانه نکنید، دونه به دونه شو حل بکنید. اول تک تک تمرینات منو بارها و بارها رو ورق کاغذ بنویسید، حل بکنید. بعد کتاب های مختلفی که بهتون معرفی کردم و به زودی جلسه هم برای پیوستگی خواهیم گذاشت. موفق باشین، مواظب خودتون باشین. یا علی، خداحافظ. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته.